سه روز پس از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی، بستگان سرنشینان احساس دوگانه‌ای دارند. از طرفی نسبت به آنچه کوتاهی مسئولان در پیدا کردن این هواپیما می‌دانند خشمگینند و از طرف دیگر تلاش می‌کنند امیدشان را از دست ندهند. شماری از آنها دوشنبه شب در شهر کوالالامپور این کار را با روشن کردن شمع انجام دادند. یکی از آنها میگوید ما باید همچنان امید خود را حفظ کنیم. اگر امید ما را از دست بدهیم چه کسی از خانواده سرنشینان حمایت خواهد کرد؟ نشست خبری که قرار بود صبح سه‌شنبه به وقت محلی برگزار شود لغو شد. رئیس سازمان هوانوردی مالزی پیشتر گفته بود که هنوز شواهد تایید شده‌ای مبنی بر وجود بقایای این هواپیمای مسافربری در آب‌های دریا وجود ندارد. او همچنین گفت درباره لکه نفتی که پیشتر در دریا پیدا شده بود می‌خواهم بگویم که نمونه‌ای از آن را با آزمایشگاه فرستادیم. گزارش آزمایشگاه را دریافت کردیم. آنها تایید کردند که این لکه نفتی هیچ ربطی به هواپیما ندارد. They have reported that they have confirmed that the oil are not from an aircraft. حدود سه روز قبل هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین در آسمان ویتنام مفقود شد. بی‌نتیجه ماندن جستجو احتمال بروز سانحه را برای آن تقویت کرده است.